بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع performance balance ما شما بحث می کردیم، چهار نقاط آن را بحث کردیم که اگر این نقاط در نظر بگیریم در نتیجه سرعت مایکرو پروسسور افزایش پیدا میکنه. میبخشین در نتیجه بخش های دیگر کامپیوتر همراه سرعت مایکرو پروسسور در یک تعادل قرار میگیرند. خب دو تا نقاط که میماند آنها ربط میگیرند با آی او دیوایسز. نقطه پنجم higher speed interconnection buses. ای به این مفهوم است که ما شما گفتیم که باید کش میموری استفاده کنیم تا دیتای مورد نیاز پروسسر بسیار از به سرعت به پروسسر اویلیبل باشه، و گفتیم که مثلا ما شما از higher speed buses استفاده کنیم یا از کش میموری استفاده کنیم، اینها داخل ربط میگرفتن به داخل کمپیوتر. اینال هرگاهی که دیتا از اینپوت دیوایس می آید به داخل کمپیوتر یا از داخل کمپیوتر می رود به آوتپوت دیوایس، اینجا موضوعی که مطرح میشه آن موضوع آی او دیوایسز هستند. سو آن بسی که اینپوت آوتپوت دیوایسز را به پروسسر وصل میکند یا به میموری وصل میکند، آن بس نیز باید دارای سرعت زیاد باشد. موضوع نقطه اول. دوم، به جای یک پروسسر از چندین تا پروسسور استفاده شود. این نقطه اگر یادتان میاد ما شما در نسل دوم کامپیوترها، دقیقا وقتی که کامپیوتر از فامیلی 700 تا 7000 بحث میکردیم، اینجا IBM 7094 کامپیوتر، اینجا ما شما گفتیم یک مفکوره داشتیم دیتا چنلز، و گفتیم که دیتا چنل یک سپریت IO مودیول است که دارای سپیشل پرپز مایکرو پروسسر می باشد، و آن سپیشل پرپز مایکرو پروسسر دارای مجموعه خاص اینستراکشن ها می باشد که قابلیت دارد امور مربوطه IO دیوایسز را تحت مدیریت قرار دهد. اینجا اشاره به این نقطه است که باید در کامپیوتر از مفکوره دیتا چنلز استفاده شود تا هر امری که ربط می گیره با IO devices، آنها باید بجای سی پی او مرکزی توسط این پروسسور هایی که آنها در IO devices قرار دارند، در دیتا چنلز قرار دارند، اگزیکیوت شود، و به این ترتیب سی پی او مرکزی یا پروسسور مرکزی برای پیشبردی کارهای اساسی خود وقت داشته باشد. 6 نقاط باید نظر گرفته شود تا در نتیجه پرفورمنس بالانس در داخل کامپیوتر وجود بیاید. خب هرگاهی که یک پرفورمنس بالانس در داخل کمپیوتر به وجود می آید یا برقرار می گردد، به این مفهوم نیست که تا آخر آن پرفورمنس بالانس ادامه پیدا می کند، بلکه به سبب بعضی از فاکتورها پرفورمنس بالانس باید ریگولرلی مرور گردد. چرا؟ از خاطر دو فاکتور. فاکتور اول، همیشه تکنولوژی در حالت تغییر است. بنابراین وقتی که ما شما بین پروسسور، بسس که ما شما سیستم انترکنکشن با آن خطاب کردیم، میموری و اینپوت آوتپوت دیوایسز یا پریفرالز، ما شما اینجا یک تعادل برقرار کردیم، اما در آینده در تکنولوژی پروسسور تغییر به وجود میه یا در تکنولوژی بسس یا در میموری و یا در تکنولوژی IO دیوایسز تغییرات به وجود میه، این حالی در یک مادیول که تکنولوژی تغییر کرد باید در مادیول های دیگر نیست تغییر پیدا کنه. مثلا فکر کنین که میموری قبلا اینجا شما استفاده کرده بودین که آنها میموری از مگنتیک تیپس بوده، ولی وقتی که وقت تیر میشه در مدل های جدید باز بجای میموری مگنتیک تیپس شما از سیمی کندکتر میموری استفاده کردین. این حال سیمی کندکتر چون نظر به مگنتیک تیپس سرعتش زیاد است، از آن سبب باید شما با تکنولوژی که در پروسسور استفاده شده یا تکنولوژی بسز یا تکنولوژی پرفرالز نیز باید شما فکر کنند تا آنها نیز امپروف شوه و به این ترتیب بین اینها یک تعادل دوباره برقرار شوه. نقطه دوم یا فاکتور دوم این است که تعداد IO devices تغییر پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، یا موارد استفاده آن افزایش پیدا میکنه. فکر کنین که یک کامپیوتر است فقط
USB devices support میکنه ولی بعدن وقت که شما تعادل برقرار کردین در مدل های جدید آن در پهلو USB devices support برای بخش پورت های دیگر مانند HDMI VGA و دیگه دیگه نیز ضرورت احساس میشه آنها نیز اضافه میشه به این کمپیوتر این حال آن تعادلی که شما برقرار کرده بودین آن تعادل دیگه ایجا کار نمیتا شما باید تمام بلانس از اول تا آخر باز دوباره مرور کنین و آن را طبق ضرورت تغییر بیتند. سو همیشه وقتی که پرفورمنس بلانس برقرار میشه نظر به این دو فاکتورها باید رگولرلی مرور شود. خب عنوان دیگری که ما شما داریم Improvements in Chip Organization and Architecture. اوکی. به خاطر که ارگانیزیشن چپ یا ارکیتکچر چپ امید است که ما شما هم ارگانیزیشن میشناسیم و هم ارکیتکچر میشناسیم اگر خواسته باشیم در اینها نیز ادوانسمنتس یا امپروومنتس با وجود بیاوریم یا آنها بالا ببریم ما شما باید چند نقاط را در نظر بگیریم عمدتاً 3 نقاط اول اگر شما خواسته باشین که سرعت مایکروپروسسور را افزایش بدهید از نقطه نظر هاردویر البته شما چی کار را باید انجام بدهید شما باید بالای چپ مایکروپروسسور تعداد IO و تعداد ترانزیستورها را افزایش بدهید تعداد مایکرو الکترونیک دیوایسز را باید افزایش بدهید مثلا یک مایکروپروسسور است دارای 50 تا مایکرو الکترونیک دیوایسز یا لوجیکال گیتس هستند اگر شما خواسته باشین که سرعت آن مایکرو پروسسور افزایش بدین بجای 50 لوجیکال گیتس میشه از 100 تا از 200 تا لوجیکال گیتس شما استفاده کنین به این ترتیب به هر اندازه ای که تعداد لوجیکال گیتس بالای پروسسور بالای چپ پروسسور افزایش پیدا میکنه به همان اندازه سرعت پروسسور زیاد میشه از خاطر که سایز پروسسور شرینک میشه یعنی لوجیکال گیتس پهلو به پهلوی هم دیگر قرار میگیره غلظت آنها بالای چپ پروسسور زیاد میشه و به این ترتیب فاصله بینشان کاهش پیدا میکنه بالاخره سرعت افزایش پیدا میکنه که این را ما شما قبلا واضح ساختیم در لکچرهای قبلی خود دوم نقطه دوم increase the size and speed of caches دقیقا کش میموری وقتی که دیزاین میشه بیست دیزاینینگ پرینسیپلز باید در نظر گرفته شوه و بیست سرچینگ الگوریتم در نظر گرفته شوه تا در نتیجه هم سرعت کش میموری افزایش پیدا کنه و هم سایز ازو زیاد شوه هرگاهی که شما در سایتان پیش میره در چپتر چهارم و شما با این الگوریتم بحث میکنیم به کش میموریز مکمل سو آنجا میبینین که یک الگوریتم نسبت به الگوریتم دیگر چقدر به زودترین فرصت یک مشکل حل میکند یک مشکل چندین رای حل میداشته باشد اگر بست الگوریتم بست اپروچ انتخاب شوه بسیار زیاد مؤثر تمام میشه سو اینجا هم سرعت کش میموری زیاد شوه و هم سایزز سرعتش هم بنابر الگوریتم بنابر تکنولوژی بنابر دیزاینینگ پرینسیپلز سو میک چنجز تو دی پروسس اورگانایزیشن اند ارکیتکچر یوزینگ پارللیزم ببینین ما شما امروز که لپتاپ ها می خریم در داخل آن که کدوم مایکرو پروسسور است بعضی وقتا دوال کور می باشه بعضی وقت مثلا بیشتر از آن می باشه سو در این وقتا ما شما دوال یا کوار یا هر قسم هر تعداد مایکرو پروسسور که انجام می باشه کوار باشه دوال باشه هر چیز باشه اینجا تعداد کور زیاد هستن مثلا در دوال کور اینجا به جای یک مایکرو پروسسور اونجا دو تا مایکرو پروسسور ها در واقع در یک چپ جا به جا شده چپ یک معلوم میشه اما در داخل آن پکیج یا در داخل آن کانتینر دو تا مایکروپروسسور هستند یا مثلا بعضی مایکروپروسسور ها که اونها کوارد می باشن 4 تا مایکروپروسسور داره سو در داخل یک کانتینر 4 تا مایکروپروسسور ها انداخته شده یکیش فعال می باشه وقتی که لود زیاد میشه دیگه ایش هم فعال میشه وقتی لود زیاد میشه دیگه ایش هم فعال میشه به این ترتیب چهارمش هم فعال میشه سو اینجا میشاره به عین نقطه است باید کوشش شوه که در داخل یک کانتینر مایکروپروسسور در داخلش چندین تا مایکروپروسسور باشه تا به این ترتیب لود اونها بین خود شیر کنه و در نتیجه پرفورمنس کامپیوتر افزایش پیدا کنه سو اگر شما از نقطه نظر هاردویر میخواستین که در ارکیتکچر یا در اورگانایزیشن کامپیوتر تغییرات بیارین این سه نقطه باید در نظر بگیرین اول
صورت پروسسور افزایش پیدا کنه توسط تعداد زیاد لاجیکال گیتس که بالاش جا بجا میشه. دوم سرعت و سایز کش میموریز افزایش پیدا کنه. و سوم پارلالیزم میکانیزم استفاده شوه. خب ما شما گفتیم که نقطه اول این بود که باید بالای چپ مایکروپروسسور تعداد لاجیکال گیتس زیاد شود. ولی وقتی که شما بالای چپ مایکروپروسسور تعداد لاجیکال گیتس افزایش میدهید، درست است که در نتیجه سرعت مایکروپروسسور زیاد میشه، اما بعضی موانع یا چالش ها یا obstacles نیز به وجود میه. کدام obstacles؟ استیت پاور، آر سی دیلی، میموری لیتنسی. First, power. So, هرگاهی که شما به هر اندازه ای که شما غلظت لاجیکال گیتس بالای چپ مایکروپروسسور افزایش میدهید، به همان اندازه در وقت عمل کرد انرژی برقی زیاد به مصرف میرسانه. مثلا اگر در یک مایکروپروسسور 50 تا فکر کنین لاجیکال گیتس باشه، با کدام اندازه برقی که ضرورت داره یک مایکروپروسسور دیگر که داره 100 تا لاجیکال گیتس باشه دو چند برق ضرورت پیدا میکنه. تو به هر اندازه ای که تعداد لوجیکال گیتس بالای چپ مایکروپروسسور زیاد میشه، با همان اندازه پاور یا الکتریسیتی زیاد ضرورت پیدا میکنه. نقطه دوم آر سی دیلی. آر سی استندز فور رزیستنس اند کپاسیتنس. سو رزیستنس شما میشناسین مقاومت و کپاسیتنس میشناسین ظرفیت. هر اندازه ای که شما تعداد آی او دیوایسز بالای چپ مایکروپروسسور افزایش میدهید، در واقع به همان اندازه شما از رزیستورها استفاده میکنین، به همان اندازه شما از کپاسیتورز استفاده میکنین. به هر اندازه ای که رزیستورز تعداد یا کپاسیتورز تعداد زیاد میشه، به همان اندازه دیلی یا تاخیر به وجود میآید. از خاطر که رزیستور وظیفه رزیستور چی است؟ رزیستور یا مقاوم. ما شما در فیزیک خوانده بودیم در سنف یازدهم در فیزیک برق، یا در سنف نهم نیز بوده در فیزیک برق در مکتب البته. سو آنجا ما شما خوانده بودیم که رزیستور آن دیوایس الکترونیکی است که جریان برق را بطی می سازه، سرعتش البته. کپاسیتر باز آن دیوایس بوده، دیوایس برقی که برق ذخیره میکنه، کپاسیتر یا خازن. سو اینجا به هر اندازه که شما دیوایس تعداد زیاد میکنین، به همان اندازه تعداد رزیستور هم زیاد میشه و تعداد کپاسیتور هم زیاد میشه و در نتیجه باز اینها چون رزیستور تاخیر به وجود میاره در دیتا، اینجا دیتا مقابل جریان سلو میسازه، یا کپاسیتور یک بار دیتا خود ذخیره میکنه بعد از بازور را دیلیور میکنه، بنابر آنردویشن باعث سازی میشه تا در جریان دیتا، در انتقالات دیتا یک تاخیر به وجود بیاد. و از نقطه سوم میموری لیتنسی. ما شما گفتیم که باید چندین تا کش میموری ها استفاده شود. اینا لی فکر کنین که شما سه تا کش میموری استفاده کردین، L1 کش، L2 کش، L3 کش. دیتا را در L1 کش سرچ کردین، پیدا نشد، فکر کنین کامپیوتر پروسسور مجبور میشه اون دیتا در L2 کش بپاله. فکر کنین که بدبختانه دیتا اونجا هم پیدا نمیشه. در L3 کش دیتا سرچ میشه، اگر اونجا هم دیتا پیدا نشد، در نتیجه پروسسور مجبور میشه تا اون دیتا از میموری، از مین میموری به دست بیاره. اینال اینجا پس مین میموری شما استفاده کردین، اما خیلی زیاد تاخیر کردین. شما یک بار دیتا را از سه تا L1, L2, L3 کش سرچ کردین، شما وقت گرفتین ولی دیتا پیدا نکردین، بعد از او باز شما به مین میموری مجبور شدین که آن را نیز باید شما سرچ کنید. سو اینجا باز یک تاخیر وجود می، اگر این سه تا کش نبودن مستقیما مین میموری سرچ می شد، شاید زیاد وقت نمی گرفت. سو این سه چالش ها با وجود می آید: پاور، آر سی دیلی و میموری لاتنسی. این سه چالش ها در مقابل چی با وجود می آید؟ در مقابل که تعداد لاجیکال گیتس بالای چپ مایکروپروسسور افزایش پیدا می کنه. اوکی، ما شما رسیدیم به عنوان embedded systems. شاید لغت embedded شما بسیار زیاد شنیده باشید. embedded در واقع embedded system ها آن سیستم هایی را میگوید که آنها یک سیستم در داخل سیستم دیگر استفاده میشه. embedded، ولی این تعریف فرمال نیست.
ما یک مضمون داشتیم امبیدد سیستم، یک مضمون بوده در وقتی که ما لیسانس میخوندیم در پونتونی ممبای کشور هندوستان، یک مضمون بود بکمل امبیدد سیستم. استاد ما ماشاءالله خیلی خیلی لایق بود، از خاطر که خدا نویسنده آن کتاب بود که ما در پونتونی ممبای به حیث یک منوال کتاب بازو استفاده میکردیم. خب آن شخص امبیدد سیستم طوری تعریف میکرد که امبیدد سیستم عبارت از هاردویر، سافتویر و بخشای میخانیکی است که یک وظیفه خاص را انجام میدهد. در این تعریف بالای نقطه ای که میگویم یک وظیفه خاص را یک dedicated functionality انجام میدهد بسیار زیاد تاکید میشد. سو همیشه اگر ما میگفتیم که embedded system is a combination of computer hardware and software and perhaps additional mechanical parts, so this definition was not considered as enough definition. Why? Because now this point was really important that we should add to this definition that embedded system is a combination of computer hardware and software and some additional mechanical parts which is designed to perform a dedicated functionality. So then this was really important. هر سیستم امبیدد هم هاردویر داره هم سافتویر داره و هم یک وظیفه خاصی را انجام میده. بسیار یک نقطه مهمی است. مثلا شما ایر کندیشنر در نظر بگیرین. در ایر کندیشنر شما هم هاردویر دارین، هم هاردویر دارین و هم سافتویر در آن امبیدد سیستم دارین و هم بعضی بخشای میخانیکی دیگری دارین و هم در پهلویش آنجا میبینین که ایر کندیشنر فقط یک وظیفه انجام میده که او برابر کردن شرایط هوا است در داخل اتاق. سو امبیدد سیستم همیشه dedicated functionality انجام میده. مثلا شما واشنگ ماشین در نظر بگیرین. واشنگ ماشین نیز هاردویر داره، سافتویر داره و سم بخشای میخانیکی داره و بازم فقط یک وظیفه خاص انجام میده که او شستن لباس هستند. سو به این ترتیب هر سیستم امبیدد، اگر پرینتر در نظر بگیرین یا مثلا شما ماشین فوتوکپی در نظر بگیرین یا ماشین فکس در نظر بگیرین یا دیگه و دیگه، تمام سیستم های امبیدد همیشه هم کمپیوتر هاردویر داره، هم سافتویر داره، هم اڈیشنل مکانیکل پارتس داره و هم در پهلوش فقط یک وظیفه خاص را انجام میده. البته امبیدد سیستم یک موضوع مهم بوده که در داخل یک چپتر واضح نمیشه. شاید اگر شما علاقه داشته باشین مکمل مطالعات را در انجام بتین به حسب یک مضمون اون را بخونید. خب requirements and constraints of embedded systems. Embedded system requirements و constraint مختلفی می داشته باشه. مثلا requirements از آن با گای بسیار بسیار کم مباشن بسیار زیاد می باشن. البته embedded system ها باشن بسیار کوچک و باشن بسیار کلان می باشن. مثلا شما کوچکترین embedded system ها را در small handheld devices باشن می بینین که استفاده شده ولی باشن باز می مثلا washing machine air conditioner که بسیار کلان هستند. این ترتیب باز requirements ها خیلی strict هستند که باید در نظر گرفته شود در وقت implementation، اما باشن باز زیاد strict نیستند و وقت زندگیشان هم باشن برای مدت کمتر استفاده میشه، باشن بسیار زیاد long life داره و این ترتیب در محیط در شرایط مختلف محیطی بودباش می داشته باشه. مثلا شما ایر کندیشنر در نظر بگیرید همیشه زیر آفتاب می باشه، یا مثلا واشینگ ماشین که همیشه در آشپزخانه یا شاید در کجا شاید در حمام یا در دیگه جای هر جایی که شما استفاده میکنین، منتها شرایط محیطی امبیدد سیستما قضیت خوب نمی باشه جایی که اونها زندگی میکنن. And then موارد استفادهشان نیز مختلف هستند، استراتیک گرفته یا داینامیک، سه مختلف موارد استفاده نیز می داشته باشند. از آن سبب ریکوایرمنتس آنها و بعضی کانسترینتس و محدودیت های آنها از سیستم های دیگر کمی متفاوت هستند. خب در این دیاگرام ما شما مکمل می بینیم ساختار یک سیستم امبیدد که امبیدد سیستم چطور ساختار می داشته باشند. ما فکر میکنیم که موضوع در درس بعدی بحث کنیم، از خاطر که موضوع کلان است و باز لکچر خیلی طولتر میشه، کفایت میکنه. و من الله توفیق.